خیلی ممنون از اینکه به هر حال این فرصت در اختیار من گذاشته شده تا بتونم برخی از نظرگاه خودم رو سر مسئله ملی و عمومی در ایران بیان بکنم. برخی از تاریخ رو الان ارزش رو بکنم، تعریف این تعریف قوم رو هم داره نرمی تعریف کرد، یعنی مفهوم قوم رو با تعریف ملت. خب به هر حال میدونیم که دشواری های خیلی زیادی داریم بعد از اینکه آقای ریچارد کوکام کتاب ناسیونالیسم در ایران رو نوشت، اولین تلاش رو به شکل در واقع علمی کلمه در این راستا شروع کرد که ملت رو و مقوله ملت رو در ایران تعریف کنه. حالا اون که شاید هستیم اون تعریف هم تعریف جامع و کاملی نبود و بعد از اون هم آقای آبرامیان و دیگر پژوهشگرانی که در هستی که تاریخ کار کردن، یکی کلی یعنی برق شمار قابل ملاحظه‌ای از پژوهشگران به مقوله ملت پرداختن در ایران، میشه راجبش بحث کرد، نظر داشت که من نظر خودم رو هم میگم. تو این عبارت هایی که استفاده میشه تو این مفاهیم از همه سخت‌تر مفهوم خلاقه تعریف کردنش. یعنی من خودم که نتونستم هیچ راه حلی برای تعریف مفهوم خلق پیدا کنم، فکر میکنم خلق تعریف راحت‌تر از تعریف خلقه. یعنی اگر ما بیاییم تعریف رو خلق بکنیم که احتمالاً بیشتر در همین رابطه هم صورت گرفته، ساده تر از اینکه ما بخواییم واژه خلق رو تعریف کرده باشیم. ملت ما میدونیم به دو برخورد باش شده در تاریخ ایران، برخوردی که تا اوایل قرن 20 بوده. این برخوردی که نمونه هاش رو آقای دکتر اشاره کردن در ادبیات ما وجود داشته و ملت مفهومی مذهبی داشته، بیشتر چارچوبش برابر بوده با امت تا اون چیزی که ما به عنوان ملت میفهمیم. و ما حتی در بین پژوهشگران و محققینی که برجسته هم بودن این مشابه گرفتن، معادل گرفتن این دو مفهوم رو دیدیم. مثلا آقای محمود افشار از ملت مسلمان صحبت میکنه، از ملت یهود صحبت میکنه در ایران، یعنی ملت رو با معنای امت، با معنای جماعتی که یک تفکر مذهبی دارن میفهمه، علارغم اینکه دکترای علوم سیاسی داره و یکی از مهندسین در واقع ایرانیه که بعد از اون در دوران پهلوی پی گرفته میشه. این نشون میده که چقدر موضوع تعریف ملت در اوایل قرن 20 نامشخصه. بعد از اون تلاش بر این شده که ملت رو با مفهوم غربی کلمه در فرهنگ سیاسی ایران جا بدازن و ما شامل در واقع این مشکل رو با خیلی از مفاهیم داریم، از جمله با مفهوم ملت، که این دوتا به موازات هم حرکت کردن و به حیات خودشون ادامه دادن. یعنی اون ملتی که امت بوده هنوز و اون ملتی که واقعا به معنای ترجمه کلمی در واقع ناسیون فرانسه بوده، هر دوتاشون کنار هم به موازات. همین مشکل رو هم با لغت مشروعیت در نظر سیاسی داریم. یعنی وقتی که ما میگیم مشروعیت، هم اون ریشه مذهبیه برآمده از شرق رو داریم، شریعت رو داریم، هم مشروعیت در برابر معادله بتون لژیتیمیسی داریم به معنای مشروعیت داشتن یک قدرت سیاسی. یعنی این مشکلیه که در زمان فارسی وجود داشته. روند تأسیس یا تشکیل ملت، اون چیزی هم که صحبت میکنم، مثلا برخی از محققین نمیدونم ایران کشوری کسی رو ملت بوده در قرن 19 یا حتی پیش از این، تو وقت از بازار بسیار پژوهشگران الان همچین مفاهیم رو میبینه که این از اساس خطاست. چون اگر ملت رو به معنای مدرن کلمه ما بگیریم، در آن لحظه تاریخی در ایران هیچ ملتی وجود نداشته که ایران بخواد کشور کسی رو ملت بوده باشه. یعنی ایران در واقع سرزمینی بوده که اقوام مختلف درش زندگی میکردن، برخی از این اقوام ساکن بودن، برخی از این اقوام در واقع کوچنشین بودن، ولی ملت به معنای مدرن کلمه در قرن 19 وجود نداشته. چش ما مسئله ملی نداشتیم. مسئله ملی زمانی آغاز میشه که برای اولین بار در ایران دولت مدرن به معنای اخص کلمهش شکل میگیره. یعنی به محض اینکه اون چیزی که نام میگن روند تأسیس یا تشکیل دولت ملت، زمانی که اون حرکت صورت میگیره که دولت مدرن به معنای امروزی کلمه در ایران رو حاکم بکنه،
تلاش میشه که ملتش رو هم ایجاد بکنن. تو خیلی از کشورها روند ایجاد به اصطلاح ملت مقدم بودن از تاریخ بعد دولت. در ایران عکسش اتفاق میفته. یعنی ابتدا سعی میشه که دولت ایجاد بشه و مختصات یک دولت مدرن رو پیدا بکنه و بعد اون موقع آقای محمود افشار و همفکرانش سعی میکنن ملت مناسبش رو هم ایجاد بکنن. این ملت مناسب نفی همه هویت‌های قومی ساکن ایران بوده. یعنی تلاش میشه که تمام اقوام که در ایران در اون لحظه تاریخی سکونت داشتن رو به هر ترتیب ممکنه، از شکل زبانی، از شکل در واقع مسائل فرهنگیش، همه این چیزها رو نقد بکنن و با یک دست کردن ساکنین ایران اون ملت رو ایجاد بکنه. برای تجربه تاریخ در ایران نشون داد و همین الان ما شاهد هستیم در کشورهایی که حتی مدعی بودن که حقوق ملت در تعیین سرنوشت خویش رو رعایت کردن، دیدید که بعد از اینکه قدرت سیاسی تضعیف شده تمام پرونده های باز تاریخی که مختومه اعلام شده بوده به هم و به هم سعی کرده بودن نادیده بگیرن، به قول آقای دکتر لاجوردی صورت مسئله رو پاک کرده بودن، مجددا خودشون رو نشون دادن. چون شما نمیتوانید تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های قومی رو نادیده بگیرید. ملت رو نمیشه خلق کرد. ملت اگر به معنای مدرن کلمه باشه، آن چیزیست که اتفاقا در ایران وجود نداره. ملت به معنای اخص کلمه یعنی که من شهروند این کشور باید باشم. همون چیزی که دکتر میگه، یعنی من باید تبدیل بشم به شهروند مدرن یک دولت مدرن، در برابر یک دولت مدرن قرار بگیرم. این شهروند مدرن باید از همه حقوق برخوردار بشه که اون شهروند فارس زبان برخوردار است. چرا من ترک، من کرد، من عرب، من سنی، من یهودی از هم حقوق برخوردار نباشم که آن شهروند دیگر؟ یعنی وقتی که ما در جوامع اروپایی نگاه میکنیم به پدیده در واقع روند ایجاد دولت و ملت، شاهد این پدیده یکسان بودن، حتی تلاش در این زمینه یکسان بودن همه شهروندان در برابر قانون، به این چیزی که در ایران به شکل وحشتناک من برم بگم مورد بی‌اعتنایی و بی‌توجهی واقع شده. آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد، من خیلی کوتاه بیان می‌کنم، بحث زمان رو می‌ذاریم برای فردا. ایران پیش از حکومت پهلوی ایرانی بوده که درش اتوریته متمرکز نبوده. یعنی ما دولت مرکزی داشتیم همیشه در ایران. دولت مرکزی دولت ایل غالب بوده و ایلات مغلوب. یعنی دولت‌های پیش از دولت پهلوی خصلتی که داشتن خصلتش این گونه بوده. ما سه منبع اتوریته داشتیم. اتوریته دولت مرکزی رو داشتیم که اتوریته سیاسی بوده. اتوریته ایلات رو داشتیم. برها ایل خان، ایل بیگ اونجا نشسته بوده و در ایل خودش دارای اتوریته بوده. و اتوریته داشتیم مثل اتوریته نیروهای مذهبی، اتوریته روحانیون. اونا هم در بین پیروان خودشون از اتوریته از خودشون برخوردار بودن. تمرکز اتوریته شرط تأسیس دولت مدرن بوده. دولت مدرن رو هم من توضیح بدم که قبلا لزوماً دولت دموکراتیک نیست. ما در تاریخ اروپا نمونه های خیلی زیادی از دولت مدرن داریم که به هیچ وجه دموکراتیک نبودن. دولت پهلوی دولت مدرن بوده، دولت دموکراتیک نبود. اتوریته ها رو دولت پهلوی سعی کرده متمرکز بکنه. تمرکز اتوریته در ذات خودش چیز غلطی نیست. اما هر وقت با تمرکز قدرت سیاسی تو هم بشه، تبدیل شه به یک حکومت اتوکراتی. و این چیزی که در حکومت پهلوی اتفاق افتاد و در دوران جمهوری اسلامی هم ما شاهد ادامهش هستیم. یعنی در کشورهای اروپایی اتوریته متمرکزه، ولی اقدارهای کنترل دولت، کنترل قدرت وجود داره. احزاب وجود داره، پارلمان وجود داره، مردم حق رأی دارن، مردم میتونن عزل بکنن، نصب بکنن و در حیات سیاسی مشارکت داشته باشن. حالا اینکه در ایران تمرکز قدرت سیاسی باعث شد که حق مردم در مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی ازشون سلب بشه. این مردم خواه فارس‌زبان بودن، خواه کرد بودن، خواه عرب بودن، خواه ترک بودن، هیچ تفاوتی نمی‌کرد. حکومتی بود اتوکراتیک و جمع شده بود قدرت دست یک عده معینی.
اجهاب به اقلیت ها دو برابر، سه برابر، ده برابر بیشتر از اون چیزی بود که ما در قسمت های مرکزی ایران شاهدش بودیم. و این همون مشکلیه که در واقع در ایران اتفاق افتاده به وجود اومد. من فکر میکنم که فردا وقتی ما به بحث زبان بپردازیم بشه اینو بیشتر باز کرد و نشون داد که برخلاف برخی از دوستان که امروز از آقای پیشوری در قول آوردن که گفتن زبان مسئله زندگی و مرگ و آقای کریمی مثلا گفتن برای برخی آداب و رسوم اینجوره، من اعتقادم اینه که همه اینا مسئله زندگیه، هیچ کدومشون مسئله زندگی مرگ نیست. یعنی اگر قرار باشه که ما تو ایران خودمون این یک پارچگی رو حفظ بکنیم، باید تفکر دموکراتیک داشته باشه و موضوع رو برای زندگان حل بکنیم، نه با مرگ. این خیلی سپاسگزارم.